فرهاد خزرخاور در سالهای اخیر کتاب و مقالات تحقیقی متعددی درباره موضوعات وسیعی در حوزه علوم اجتماعی منتشر کرده. جنبش های اجتماعی در ایران، حرکت های اخیر در کشورهای عربی و وضعیت مسلمانان در فرانسه و بریتانیا بخشی از حوزه است که نتیجه تحقیقاتش منتشر شده. او بعد از انقلاب ایران در سال 1357 با دو مدرک دکترای فلسفه و جامعه شناسی که هر دو را در فرانسه گرفته بود به ایران برگشت و مدتی در دانشگاه ابوالسینای همدان تدریس کرد. ولی به خارج برگشت و بعد از مدت گوتای اقامت در امریکا به پاریس رفت جایی که علاوه بر تدریس به تحقیقاتش هم ادامه میدهد فرهاد خسروخاور درباره حرکت های اجتماعی اخیر در کشورهای عربی چه میگوید نظرش درباره رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 چیست و روند تحولات آینده ایران را چطور میبیند با او در دفتر کارش در مدرسه عالی مطالعات اجتماعی در پاریس صحبت کردم فرهاد خسروخاور به برنامه به دیگر خوش آمدید لطف آیه آقای خسروخاور شما در مقالات و صحبت صحبت در کتاب های متعددی که نوشتین به مسائل علوم اجتماعی پرداختین که حوزه کاری تونه ولی به خصوص به مسئله بهار عربی و انقلاب کشورهای عربی پرداختید و سال گذشته هم کتابی منتشر کردین زیر عنوان انقلاب های جدید عربی که دنیا را لرزاند که به زمان انگلیسی البته به نظر میسی که خیلی خوشبین بودید از اینکه این, این انقلاب ها قراره که به جایی برسه بحثتون اینه که اینا اسلامگرایی رو پس زدن و یک نسل جدید کنشگران اجتماعی اومدن وسط که قراره که ب... کشوراشون رو به طرف دموکراسی و به جامعه آزادتر ببرن ولی در عمل چیزی که دفاع افتاد اینا رو جامعه رو تحویل اسلامگراها دادن که قامستر قضیه از این در ابتدای امر حق با شماست اخوان المسلمین برنده شدن در مصر و حرکت این در تونس برنده شد ولی الان می‌بینید که همه اینا زیر سوال رفته و اون تظاهرات عظیمی که چند میلیون نفر تو شرکت کردن ضد اخوان المسلمین باعث شد که حقیقت یه نوع کودتای مردمی اتفاق بیفته با ابعاد مثبت و منفی بنابراین در در تونس هم ما میبینیم که این ان دیگه موفق نمیشه که عقاید خودش رو تحمیل بکنه علت اساسی که اینها قدرت رو در دست گرفتن این بود که اینها نهادهایی داشتن نهادهای سیاسی داشتن گروه ها فاقد اون بودن یا اگر داشتن اونها رو زمان کسانی <تصفح> مثل بنلی در تونس و یا مبارک در مصر که رئیس جمهور بودن اینها رو در فاقد مشروعیت کرده بودن بنابراین اینها چون اکثریان تو زندان بودن یا در خارج بودن اومدن و استفاده کردن از این نوعی پرستیج کوتاه مدت و ما دیدیم که در مصر مثل مثلا بیش از یک سال تو نکشید ولی در مجموع شما آقای خبر قبول دارین که یعنی گرایش این کشورها به طرف سکولاریزم نیست یعنی در, در, عمل اون چیزی که اتفاق داری افتاده و داری میفته برخلاف نظر شما اینها دارن بیشتر اسلامگراتر میشن من فکر نمی کنم چرا شما این حرف رو یعنی شما الان مصر رو که نگاه بکنین گروه های سکولار مثلا یک گروهی هستش که در ظرف یکی دو ماه آخر تأسیس شد به نام تمرد که این تمرد در حقیقت این, این تظاهرات رو راه انداخت و کمک کرد به اینکه این, این تظاهرات را بیفته چند میلیون نفر رو امضا جمع کرد ازشون ضد اینها و علانه من فکر خطری که مصر رو تهدید میکنه به هیچش اسلامگرایی نیست بلکه نوعی سکولاریسم ضد دموکراتیکه در مورد تونس هم من فکر می کنم که اسلامگراها ها الانه همهشون زیر سوال رفتن یعنی واقعا ما نمی بینیم که این اسلامگراها موفق بشن ایدئولوژی خودشون رو تحمیل بکنن و الان حرکت های اجتماعی هستش که در تونس واقعا قدرت اینها رو داره زیر سوال می و اینها هم تا حدودی دارن سعی می کنار بیان و خب در این حال بازی هم می و آینده این کشورها رو من به هیچ وجه در اسلام گرا شدن نمی بینم خطر بزرگ به نظر اونجا نیست ولی به هر حال آقای خسرو مجموعه این کشورهایی که دوچار این تحول شدن در دور اخیر هیچ کدوم از اینها به هر حال به یک دمو... کشور دموکراتیک تبدیل نشدن یا هرج و مرج یا بعضی از کشورها اصولا مثل سوریه که داره یک معمنی میشه برای افراطی ترین جناهای اسلام گراها یا مسئله اساسی این انقلاب هایی که نهاد سیاسی نداشتن ما در حقیقت کنشگران اجتماعی داشتیم سوشال اکترز که این کنشگران اجتماعی اومدن رو این نهادهای قدرتمند رو زیر سوال بردن بدون اینکه واقعا یک نهاد سیاسی جایگزینش بکنن اصلا این کاری نبودن بنابراین یک بحران عظیمی در این زمینه قابل پیش بینی بود و من تو این کتاب هم اگر شما نگاه کنین که نگاه کردین اقلا نصفش رو به این قضیه تخصیص دادم که بحران های بسیار زیادی در این کشورها هستش که این بحران ها یه بوده میخوام بگم گروه های اجتماعی داره یک بوده گروه های فرقه ای داره یک گوده ژئوپلیتیک داره ابعاد مختلفی داره و اینها شک نیستش که به یک ترتیبی این انقلاب ها رو تحت شعار دادن شما مثال هایی که میزنین تنها جایی که میشه گفت با, با کمک رو مثل عربستان سعودی و قطر و غیره از زالک اسلامگرایی بنیادی داره توش به یک طریقی قوی میشه که خود حکومت بشار اسد هم این رو میخواد در حقیقت سوریه است که سوریه در جنگ داخلیه بقیه جاها اگر نگاه بکنین هر و مرج مثلا مثل لیبی لیبی الان بهش غربی ها میگن فیل ستیت یعنی دولت مرکزی نداره دولت مرکزی قدرت نداره برای گروههای گروه های مختلف دارن قدرت رو در دست میگیرن اسلام گرایی به معنایی که ما در ایران داشتیم یا در کشورهای مصری بعد از ناصر به وجود اومد یعنی اسلام گرایی افراطی که بخواد مثلا کلیه جامعه رو به طرف اسلام دید خاصی که از اسلام داره ببره من این رو واقعا به صورت روند حاکم در این انقلاب ها نمی بینم من فکر کنم این انقلاب ها رو میشه با انقلاب 1848 در اروپا مقایسه کرد 1848 میدین از فرانسه شروع شد و بست پیدا کرد به تمام اروپا و بعدا حتی به آمریکای لاتین کشورهای مثل برزیل و غیره وزاره ولی در همه جا شکست خورد ولی بازگشت یعنی بعد از چند دهه شما در به اصطلاح مقالاتتون صحبتاتون کتاباتون این پیش بینی رو که این انقلاب ها شکست بخوره کرده بودید بله اگر شما این کتاب قطور منو 300 خورده صفحه است نگاه بکنین آخه نگاه کنین این کتاب در دو اوایل 2012 چاپ شده برای من 2011 تموم شده من در اون موقع نمیتونستم پیش بینی بکنم که به چت... ولی, ولی به این رو کرده بودین که مجموعه این حرکت ها در جهت پس زدن اسلامگرایی یعنی این هست هنوز هم کردن... هست هنوز هم هست. هست بجز مورد لیبی ببخشید به جز مورد سوریه. سوریه. که اونم جنگ داخلیه اگر بقیه جاها نگاه بکنیم به نظر من اتفاقا الان دورانی هستش که اسلامگرایی در حال میخوام بگم عقب رفتنه در مصر یک پدیده بسیار روشن و واضحیه در تونس هم این قضیه کاملا به نظر من روشنه که اسلامگراها به هیچ وجه چیز ندارن وچه قبلی رو ندارن مشروعیت قبلی رو ندارن و جامعه داره در حقیقت ابراز وجود میکنه اتفاقا مسئله اساسی و جالب در این انقلاب ها این استش که اسلامگرایی اومد و قدرت رو در دست گرفت ولی گروه های یا لایک یا گروه هایی که من اسمشون رو گوشتم وود بی میدل کلاس یعنی دوست دارن طبقه متوسط بشن به معنای مدرن کلمه اینها همگی این اسلام گرایی ایدئولوژیک رو زیر سوال بردن برای خطر بزرگ بازگشت این نوع قدرت های میخوام بگم تمامیت خواه هستش و البته باز هم همونطور که گفتم من فکر کنم یک دفعه که شما این به این آزادی به معنایی که به معنای بازادی سیاسی در از طریق حرکت های اجتماعی دست پیدا کردین دوباره برمیگردین یعنی من فکر کنم تاریخ تا نشون میده در غرب و در کشورهای دیگه حتی آمریکای لاتین که در ابتدا شکست می‌خورن ولی بعد در دو سه دهه بعد اینها انقدر برمیگردن به این قضیه که یک جا موفق میشن خطر بزرگ ببینید این چه کشورهایی هستن کشورهایی هستن که این حرکت ها توش رخ نداد مثلا الجزایر مثلا عربستان سعودی در این کشورها حرکتی رخ نداد علت اساسیش هم نفته نفت باعث میشه که بشه مثلا افراد رو خرید نفت باعث میشه که در حقیقت حرکت های اجتماعی رو بشه خونسا کرد و این یه خطر بزرگی حالا شما آقای خوانی مدتی هم در زندان های فرانسه گذارید حالا <تصفح> کار تحقیقی من بودم و دقیقا شما در مبنای تحقیقتون چی بود؟ یعنی در چه زمین های میخواستین تحقیق بکنید که به زندان ها بیشتر مراجع یک در زندان های نه تنها فرانسه بلکه ما اول این کار رو با انگلیس هم کردیم انگلیس و فرانسه در بود مقایسه ایش که در دو تا کتاب شده یکی به انگلیسی یکی به فرانسه <applause> مسئله اساسی این استش که شما اقلیت های مهمی از مسلمانان رو در کشورهای غربی و مخصوصا اروپای غربی دارین که در عرض, در عرض این 50 سال اخیر به وجود اومدن مثلا در فرانسه حوالی 8 درصد در انگلستان بین 3 تا 4 درصد در آلمان هم حوالی 3 4 درصد خب در این کشورها ما مشاهده می‌کنیم که در زندان‌ها نرخ میخوام زند... میگم تعداد زندانیانی که مسلمان هستن خیلی بیشتر از اون چهار درصد یا هشت درصده در فرانسه تقریبا قریب نصفه در انگلستان سه چهار برابره علتش چیه؟ علتش نگاه کنید اینها برخلاف امریکا که مسلمانانی که رفتن طبقه متوسط یا متوسط بالا بودن و اکثرا درآمد میانشون از طبقه متوسط امریکای بیشتره در اروپا اینها کسانی هستند که از اقشار پایین جامعه بودند بنابراین اکثرا یا اصلا بی سواد بودند یا سوادشون بسیار کم بود و اینها در دورانی اومدن که این در اروپا در حقیقت یک نوع صنعتگرایی جدید به وجود اومد بعد از جنگ دوم جهانی و این خب همه زیر بحران رفت زیر سوال رفت به خاطر اینکه خب این جوامع تبدیل شدن به جوامع ماورای صنعتی به یک طریقی و این گروه ها نتونستن خودشون تطبیق بدن بنابراین اینها در پایین موندن نرخ بیکاری در اینها خیلی بالاتره و تمام اون ارکان مختلف ابعاد اجتماعی مثل سواد، کار و پیشرفت فردی و اینا توشون خیلی کمتره و این باعث میشه که بزهکاری بشه و علاوه بر اون خب شکی نیستش که اسلام گرایی بنیاد, بنیاد گرایی اسلامی هم نقش مهمی بازی کرد چون بنیادگرایی اتفاقا میخواستم به همین موضوع برسم یعنی شما که علت این که در کشورهای غربی و نمونهش در بریتانیا که ما نمونه‌های زیادی دیدیم بین جوانهایی که حتی اونجا متولد شدن در خانواده‌های اومگرون تروریسم بهش میگن و اینها مثلا افرادی به وجود میاد که به طرف اسلام گرایی افراطی گرایش پیدا میکنن و حتی دست به عملیاتی میزنن در داخل این کشورها نمونه اش هفته زویه 2005 در لندن و اخیرا هم که یک سرباز انگلیسی رو در ملای عام در روز روشن کشتن خب علتش به نظر شما اون وضعیت طبقاتی و محرومیتی که شما فکر میکنید مسلمانان دارن فقط این علت نیست یک یعنی تک علتی در علوم اجتماعی وجود نداره یک بودش طبقاتی یک بودش مسائل فرهنگی و یک بودش هم همین پیشرفت اسلام افراطی هستش که خب در این عربستان سعودی هم نقش اساسی بازی میکنه در عربستان سعودی اون وهابیگری که واقعا آورده و چون نفت عظیمی داره روزی یک میلیارد دلار درآمد داره یک بخشش رو تقسیم میکنه و این این دید بسته اسلام که در حقیقت در تزاد قرار میگیره با دید مثلا اسلام میخوام بگم عرفانی یا اسلام باز که هست رفورمیس های اسلامی سعی کردن این رو اشاره بدن این باعث شده که خب این ایدئولوژی هم برای جوانهایی که اطلاع زیادی هم از اسلام ندارن اکثریت قاطعشون یک نوع میخوام بگم یک نوع راهی هستش برای حصول به یک نوع هویت هویت بالاتر از هویت دیگران یعنی اینها از اسلام استفاده میکنن برای تحمیل دیدی که به نظر خودشون مشروعیت داره و این مشروعیت خب حاصل به هر حال روابط اجتماعی درون این جوامع هست و برون این جوامه همه چی درونی نیست ولی همه چی هوم نیست به قول انگلیسا ولی همه چیز هم برونی نیست بین این دوتاست و خب کار جامعه شناسی همینه که ما این مسائل قامز رو به یک طریقی سعی کنیم برای دیگران قابل درک بکنیم با تجدید فکر که این نوع اسلامگرایی که در کشورهای غربی وجود داشته کم شده طی سالهای اخیر یا بیشتر شده یعنی بر اساس اون چیزی که شما پیدا کردن از مجموعه تحقیقاتتون از لحاظ کمی به خاطر اینکه خب جلوش رو گرفتن و به هر حال دولت ها پلیس و غیر و در این مناطق هم خب به هر حال خیلی قادر هستند کارهایی که میکنن تونستن کمش کنن ولی ماهیتش عوض شده الان شما مثلا مشاهده میکنید چه در انگلستان چه در فرانسه چه در جاهای دیگه اروپا مثلا گرو... کسانی هستن که در حقیقت اه... یا اه... کاتولیک بودن یا پروتستان بودن یا اصلا مذهب نداشتن و مسلمان میشن و مسلمان افراطی میشن بنابراین ماهیت این پدیده اجتماعی عوض شده و الان شما مثلا در زندانهای اروپا به جمله فرانسه میبینید که تعداد کسانی که میخوان مسلمان بشن خیلی بالاست این, خوا... این یه مقدار بود ضد جامعه هم داره دیگه یعنی با این طریق اینا میخوان نشون بدن که اینها در حقیقت هویت جدیدی رو میخوان پیدا بکنن که این هویت جدید اون هویت تو سری خورده ای رو که اینها داشتن به عنوان افراد بیکار بدون شغل بدون بدون پویای اجتماعی اینها رو زیر سوال ببره برای این پدیده بسیار قامزی هستش که خب جهان برون هم توش دست داره همونطور که گفتم عربستان سوری و به جز اون هم این که مثلا گروه های جهادی سنی اکثریت قاطعشون موفق میشن کارهایی بکنن که یک نوع قهرمان طلبی توش هست این قهرمان طلبی رو اینها هم خوششون میاد ازش شما میبینین که مثلا این کسی که یهو یه یه بم میندازه یه جا از امروز به فردا تمام این رسانه های عمومی بین ازش صحبت میکنن رو میذارن چیز میکنن. بنابراین این هم یک میخوام بگم از هیچی تبدیل میشه به همه چی حتی اگر به صورت منفی باشه بسیار حالا در مورد ایران یه مقداری قضیه فرق میکنه به این دلیل که یک نظام ایدئولوژیک اسلامی حاکم بوده این سالها در گرایش عمومی ظاهرا برعکسه یعنی بیشتر گرایش او در جامعه به خصوص نسل جوانتر به طرف سکولاریسم یعنی علتش صرفاً این حاکم بودن نظام ایدولوژیک یا اینکه علل دیگه ای داره جوان به طرف یک بود سکولار میرن ولی این سکولاریزمی که تعریف میکنن به نظر من متفاوت با سکولاریزم غربی سکولاریزم غربی هویت فردیت توشه که به صورت خاصی در رابطه است با دولت دموکراتیک سکولاریزم ایران در حقیقت یک بود داره که در اون کرامت فرد رو میخوان به رسمیت بشناسه و این کرامت فرد در, مقا... در, رابطه با چه کسی هست با دولت این دولت های مطلقه دولت های در حقیقت مردم ستیز در این منطقه از دنیا در خاورمیانه خب خیلی نقش اساسی داشتن در سرکوب تمام حرکت های اجتماعی و این قضیه رو ما میبینیم که الان پدیده ای که به وجود اومده زیر سوال رفتن اینه بدون اینکه به طرف اسلام بنیادگرا بدن شما نگاه این انقلاب اسلامی در 1979 یا 1357 که انجام که شد یک بود اسلامی پیدا کرد که این بود اسلامی در حقیقت خب بود میخوام بگم افراطی هم داشت دیگه این بود الان دیگه حتی اونهایی که به طرف اسلام میرن ابعاد دیگری رو به خودشون میگیرن نه بعد اسلام چون این بعد اسلام افراطی که همه فکر میکردن در گروه حاکمه در ایران فکر میکرد که مثلا در انقلاب های عرب هم این بود حاکم خواهد شد این بود حاکم نشد اه. بنابراین چه بودی حاکم شد در حقیقت مدل ترکیه بود که خیلی میخوام بگم مدل ایرانی رو تحت قرار داد و مدل ترکیه مدلی هستش که سعی میکنه به اسلام رو با دموکراسی به یک طریقی تلفیق بکنه حالا در دراز مدت موفق بشه یا نه یک پدیده دیگریه ولی این مدلی که در حقیقت مردم عامی و عادی در کشورهای عربی خواستارش بودن کسی از مدل میخوام بگم خدا سالارانه ایرانی صحبت نکرد کسی براش جالب نبود بنابراین اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم باید مقایسه بکنیم با حرکت سبز مسئله ایران یک مسئله یه ویژگی داره نسبت به کشورهای عربی و اون این که ایران در حقیقت این انقلاب باعث شد که ما گروهی از نخبگان به وجود بیان که این گروه از نخبگان در داخل ایران در حقیقت حاکمیت و مشروعیت نظام رو زیر سوال نبردن شما ببخشید اصلاح طلبا آه. شما اتفاقا میخواستم به همین موضوع بپردازم برای که شما میگین که, که انقلاب های عربی تحت تاثیر جنبش سبز ایران بودن کاملا حالا خود جنبش سبز ایران رو شما از دید به اصطلاح جامعه شناسانه چطور تعریف می‌کنید چیه یعنی چه حرکتیه این مثل اکثریت حرکت هایی که در این منطقه رخ میده اپام جز می‌خوام بگم وجود این حرکت هاست در ابتدای امر همه چی روشن نیست شما اگر مثلا انقلاب های مختلف حتی مصر و اینها رو هم نگاه بکنین این انقلاب ها خب میخواستن حکومت رو ساقط بکنن ولی ابهام خیلی توش بود در رابطه با نظامی که میخوان جایگزینش بکنن یک دید کرامت کرامت انسانی توش بود کرامت انسانی دموکراسی نیست در حال بود دموکراتیک هم داره در مورد ایران ویژگی ما این هستش که خب این حکومتی که بعد از انقلاب مستقر شد بود خدا غیر قابل میخوام بگم زیر شک نمیشه برد در عین حال اینها باعث شدن که در حقیقت تضاد با حکومت در قالب حکومت به وجود بیاد حالا این تضاد حکومت مثلا این اصلاح طلبا بودن دیگه و این اصلاح طلبا این حرکت اجتماعی سبز رو به یک طریق به وجود دادن بدون که بخوام به وجود بیارن مثلا آقایان موسوی یا کروبی از اول نمیخواستن این حرکت اجتماعی به وجود بیاد این حرکت اسلامی این حرکت اصلاحی به وجود اومد و در حقیقت میخوام بگم خواسته های اونها هم تحت ها قرار داد حالا اینا آقای خوزقوبت ما رو میرسه به اینجا که به نظر میرسه که حرکت های اجتماعی یک حرکت های عمدتا خودجوشی هستند که به وجود میان بدون توجه که تئوریسین هایی مثل شماها در کنج دفترتون میشینید و تئوری درست میکنین در مورد حرکت های اجتماعی ولی بدون توجه به شماها اون حرکت در داخل جامعه بتونه خود. خودش داره حرکت میکنه همیشه همینطور بوده البته شما لطف دارین میگین تو دفترتون میشینید من همش تو این کشورها بودم در مورد ایران هم همش میرفتم ایران به نه نه خوب منظور کردین آره. ولی ام... جامعه بدون توجه به شماها داره همیشه هم میخوام بگم این طبیعه طبیعیه ما جامعه رو مطالعه میکنیم و مطالعاتی هم که میکنیم به هیچ وجه نمیشه در دراز مدت میخوام بهشون اعتبار داد بنابراین ما باید یه مقدار حالت بزرگبینی خودمون رو زیر سوال ببریم ما هم محققین کوچکی هستیم که بودی از ابعاد روابط اجتماعی و حرکت اجتماعی درک میکنیم ولی قادر نیستیم تمام ابعادش رو ببینیم برای همین من یه پیدایی رو مطرح کردم به نام روشنفکران واسط گفتم ما روشنفکران پیشرو داشتیم که مدل فرانسوی بود سارت رو نمیدونم زولا و اینها بودن و الان مدل جدیدی از روشنفکر به وجود اومده که این روشنفکران پیشرو یا اوانگارد رو زیر سوال میبره و این روشنفکران روشنفکرانی هستن که مثلا مثلا حقوق بشر رو دفاع میکنن ازش جوانهایی هستن که مثلا میرن تو هیته هنر یا مثلا روشنفکرانی هستن مثل من و شما و دیگران که فکر نمیکنن همه چیز رو درک میکنن یعنی یک نوع میخوام بگم فروتنی ذاتی هست که این فروتنی ذاتی نه به خاطر اینه که ما آدمای خوبی هستیم بلکه به خاطر قامز بودن پدیده های اجتماعی ما به هیچ وجه قابلیت این رو نداریم که اینها رو پیش بینی بکنیم در ابعاد ریزشون میتونیم پیش بینی بکنیم که حرکت های خواهد بود. من پیش بینی میکنم حالا ممکنه اشتباه بکنم در آینده یه تو دهنی باشه من من پیش بینی میکنم که این حرکت های عربی یا ایرانی آینده خواهند داشت و به هر حال این این تمامیت گرایی حکومت ها رو زیر سوال خواهند برد ولی از این بیشتر نمیتونم پیش بینی بکنم بنابراین این بود اساسی هستش از جوامع مدرن و مخصوصا جوامع مثل جوامع ما که در قلیان هستن یک و در اون آزادی فردی مطرحه یعنی برای اولین بار فرد به علل مختلف به علت رسانه های عمومی اینترنت غیر وزالک ولی به علت تحصیلات بالاتر من این, این کتاب نشون میدم که در تمام تقریبا تمام این جوامع عربی و خب من جمله ایرانم. که جامعه عربی نیست ولی در این در زمینه کاملا یک صدا هستند سطح تاثیرات بالا رفته دخترها و زنها واقعا الان سطح تاثیراتی دارن که مشابه مردانه و بنابراین آگاهی اجتماعی به یه طریقی بیشتر شده بنابراین این حرفی که شما میزنید از یه لحاظ درسته جوامع کار خودشون رو میکنن ماها جامعه شناس ها سعی میکنیم مطالعه بکنیم ولی به هیچ وجه دیگه نمیتونیم روشن فکران میخوام بگم پیشتاز باشیم یا روشنفکران اوانگرد باشیم بعد روشنفکران واسط باشیم نسخن. بین جامعه مدنی و حکومت ها و زیر سوال بردن حکومت ها به صورت مقطعی در ابعاد مختلف خب حالا ما در مورد جنبش سبز ایران به هر حال به اون تمام اون ماجرایی که به وجود اومد منجر شد به انتخابات اخیر و انتخاب آقای روحانی شما اینها بخشی از اون پروسه اصلاح طلبی میبینید که در یک مقطعی حالا به عمد یا جلوش گرفته شد و دوباره قد علم کرده یا اینکه یک برنامه حساب شده یا اونطور که بعضی ها دارن نگاه میکنن که در جهت تحکیم بیشتر پایه های جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم پدیده های عظیمی مثل این انتخابات حتی اگر حساب شده باشه نتایجش غیر قابل پیش بینیه بنابراین این دید که یک جامعه رو میشه در ارکانش در, در تمام ابعادش پیش بینی کرد و اینها به نظر من یه دیدی هستش که غیر قابل دفاع از دید علوم انسانی ما هیچ کس رو نداریم که بتونه پیش بینی بکنه در پنج سال آینده ایران چه خواهد شد یا کشورهای عربی دیگر ولی مقایسه که ما میتونیم بکنیم اینه که اگر شما دوران آقای احمدی نژاد رو با انقلاب های عربی بگیرین میبینیم که انقلاب عربی پیشرفتهای عظیمی کردن ایران شده بود طبیعی شبیه مثل مثلا مثل کره شمالی از لحاظ آزادی مطبوعات غیر و زندان انداختن روشنفکران و روزنامه نگاران و غیره الان اگه نگاه بکنیم دید متعادل تری میتونیم پیدا کنیم به نظر من دید مقایسه گرام این رو به ما میده که این امکان میده که کمی مسائل رو درک کنیم ولی ماهیت رژیم ها عوض نشده ماهیت به هر حال رژیم فعلی در ایران خدا سالاره نست ولی بازتر شده حالا از این بازتر شدن این میخوام بگم کنشگران اجتماعی سوشال اکتورز استفاده میکنن به نحوه های مختلف یا با زیر سوال بردن نظام یا سعی میکنن یه پدیده هایی به وجود بیارن در داخل نظام که پیشرفته به طرف مردم سالاری رو در حقیقت ممکن بکنه و میسر بکنه من فکر میکنم که ما داریم به اون طرف میریم و حتی اگر آقای روحانی هم که خب بخشی هست از حرکت اجتماعی خودش یک فرده و در این حال حرکتی هم که به وجود اومد حرکت اجتماعی واقعی نبود در ابتدای امر گروه های بودن که بهشون رأی دادن به علل مختلف و چون یک نفر بودن و اونهای دیگه 5 نفر بودن خب رأی دادن و میخوام بگم نظام هم این رو قبول کرد برای اینکه شکستی که خورده بود با اون گروه های بنیادگرا در حقیقت نشون میداد که اونها نمیتونن اداره کنن جامعه رو ولی ماهیت نظام عوض نشده و این ماهیت به هر حال حتی خودشون هم اذعان دارن دموکراتیک نیست بلکه یک ماهیت خدا سالارانه هستش که یک بخش مردم سالارانه توشه این بخش مردم سالارانه برای خیلی محدوده و بنابراین اگر رژیم موفق بشه و آقای روحانی موفق بشه با امیدوارم بشه که مثلا این مسئله انرژی هسته ای رو حل بکنه خب باعث پیشرفت هایی در اقتصاد ایران خواهد شد باعث میشه که هموطنان ما واقعا بیشتر بتونن از لحاظ اقتصادی زندگی مرفهی داشته باشن و این میتونه کمک بکنه به وجود آمدن حرکت های اجتماعی در آینده که غیر قابل پیش برای نظام و برای همه میخوام بگم هیچ کس نمیتونه بگه که ما این کاری که میکنه نظام با دیدی هستش که پیش بینی میکنه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ما نداریم همچین چیزی در علوم انسانی خیلی متشکرم آقای فرهاد خوزدخوابه از شرکتون در برنامه تمنامی کنم، خیلی خوشحال شدم، قربان شما